سلام، طاهری سفر هستم با اخبار امروز چهارشنبه دویم دکبر همراهی شما. پارلمان تاجیکستان روز دویم دکبر طرح قانون را تصویب کرد که بر اساس آن باید 7 میلیون سیم کارت های فروخته شرکت های موبایلی دیگر باره به نام صاحبانشان ثبت شوند. مقامات کمیته امنیت ملی تاجیکستان از مؤلفان طرح میگویند سوء استفاده از شماره تلفن ها زیاد شده است و بعضی از سیم کارت ها حتی به دست قاچاقبران و طالبان در افغانستان رسیدند. پرونده جنایتی که در بررسی ما قرار دارد، ما آنی خردگی هستیم که در دست بسیار گروه تروریستی بعض شخصانی که با قاچاق مواد مخدر مشغول هستند در مرز با افغانستان که اونجا آنتن ها خوب کار میکنند استفاده بودن میتونند بیشتر از این کارت ما استفاده میبرند. در کشور تا کنون بیشتر از 10 میلیون سیم کارت فروختند و 7 میلیون از این شماره ها فعال بودند. مقامات امنیتی میگویند ثبت دوباره شماره تلفن های همراه برای امنیت و جلوگیری از جنایت ها از جمله عمل های تروریستی در تاجیکستان بسیار مهم است. رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت برای پیشگیری از بی‌قرب شوی پول ملی، سامانی و پایین آوردن تقاضا به دلار آمریکایی 1 میلیون یوانی چینی به معاملات وارد میکنند. جمشید نور محمدزاده در این باره روز دویم نوامبر در حضور وکیلان مجلس نمایندگان پلاته پایینی پارلمان صحبت کرد و بعد مجلس به خبرنگاران گفت: سپتامبر ما چی را قبول کردیم؟ ما سوشتما بین جمهوری خلقی بانک مردمی خطای قبول کردیم و برای عملی کردن سوشتما ما کارهای تکنیکی و دیگر کارهای برده استودیم همکاری را ممکن روزهای نزدیک برای بمبودله براوردن قسمی اولی هم مبلغ ها به طور پیلوتی چورای ضروری میاندشد. قرار وارد کردن یوان به معاملات در تاجیکستان در حال است که روزهای اخیر ارزش سامانی پایین آمد و قرب غیر رسمی دلار در صرافی های دوشنبه به 7 سامانی و 40 درهم رسید. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سفرش به بروسل با رهبران اتحادیه اروپا تهدیدها به امنیت منطقه، تندگرایی دینی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر را بررسی کرده است. امام‌علی رحمان روز 1 دکبر از جمله با دونالد توسک رئیس شورای اروپا، نهاد اجرایی اتحادیه اروپا، درباره همکاری‌های دوجانبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و امنیتی صحبت کرده است. رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است ساختمان راه‌ها و کشیدن خط‌های برق و ساختن نیروگاه‌های نو در قلمرو تاجیکستان بر رشد اقتصادی و همین گونه استقرار صلح و ثبات در افغانستان همسایه و جنگ زده کمک می‌کند. امام علی رحمان روز 1 دکبر از شهر پاریس فرانسه با سفری کاری به شهر بروسل رفت. مارک زوکربرگ مؤسس ثروتمند شبکه اجتماعی فیسبوک اعلان کرد که 10 میلیارد دلار از ثروتش را برای کارهای خیریه خرج میکند. زوکربرگ 31 ساله و همسرش پریسیلا چان با نشر نامه در فیسبوک گفتند 99% سهمیه هایشان با ارزش 45 میلیارد دلار را در اختیار یک مؤسسه خیریه میگذارند که هر دو رهبری میکنند. نامه مارک زوکربرگ و همسرش به نام دخترشان مکس است که هفته پیش به دنیا آمد. مؤسسه فیسبوک گفته است ثروتش را برای آن خرج میکند که دنیا جای بهتری برای زندگی دخترش باشد. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.